ساعت پس از دومین حمله موشکی مستقیم ایران به خاک سرزمین های اشغالی، مهمترین پرسش این است که اسرائیل چی واکنش نشان خواهد داد. مقامات اسرائیلی که برای افتادن یک جنگ منطقه‌ای همه جانبه را دور از ذهن نمی‌دانند، می‌گویند که اسرائیل تا چند روز آینده به حمله موشکی گسترده روز سه‌شنبه ایران پاسخ خواهد داد و این پاسخ احتمالاً می‌تواند تأسیسات تولید نفت در داخل ایران و دیگر سایت‌های استراتژیک این کشور را هدف قرار خواهد داد. اسرائیل و ایران هرگز به گشودن یک جبهه جدید و بسیار خطرناکتر در جنگی که خاورمیانه را فرا گرفته است نزدیک نبوده. ایران روز سه شنبه تهدید کرد اگر اسرائیل به نزدیک به 200 موشکی که روز سه شنبه شلیک کرد با قدرت پاسخ دهد، دوباره حمله خواهد کرد. اگر این اتفاق بیفتد، مقامات اسرائیلی میگویند همه گزینه های روی میز خواهد بود، از جمله حمله به تأسیسات هسته ایران. یک مقام اسرائیلی گفت ما یک علامت سوال بزرگ در مورد نحوه پاسخ ایرانی ها به یک حمله داریم، اما این احتمال را در نظر میگیریم که آنها از دورترین گزینه ها هم استفاده خواهند کرد، پس ما هم آماده یک بازی کاملا متفاوت خواهیم بود. بسیار از مقامات اسرائیلی به تأسیسات نفتی ایران به عنوان یک هدف احتمالی اشاره میکنند، اما برخی میگویند ضررهای هدفمند و از بین بردن سیستم های دفاعی هوای ایران نیز یکی از احتمالات قوی است. پاسخ اسرائیل میتواند شامل حملات هوایی از طریق جزهای جنگنده و همچنین عملیات های مخفیانه مشابه عملیاتی باشد که دو ماه پیش اسماعیل هنیه رهبر حماس را در تهران ترور کرد. حمله موشکی بهبود ایران به اسرائیل در ماه اپریل با حمله بسیار محدود اسرائیل به پدافند هوایی S-300 در ایران پاسخ داده شد و با تبادل حملات مستقیم پایان داد. مقامات اسرائیلی ادعا میکنند که این بار انتقام جویی اسرائیل بسیار بزرگتر خواهد بود. کابینه امنیتی اسرائیل روز سه شنبه در یک پناهگاه دولتی زیرزمینی در داخل کوهی در نزدیک بیت المقدس تشکیل جلسه داد. این نشست در حالی آغاز شد که اولین موج موشک‌های بالستیک ایران به سمت اسرائیل حرکت کرد. بسیاری از موشک‌های ایران توسط سامانه‌های دفاعی موشکی اسرائیل و آمریکا رهگیری شدند. آنهایی که رهگیری نشدند بیشتر مناطق باز نزدیک پایگاه نیروی هوایی در جنوب اسرائیل مقر موساد و یک پایگاه اطلاعاتی نظامی در شمال تل‌آویو را هدف قرار دادند. یک مقام دفاعی اسرائیل ادعا کرد که ده ها موشک ایرانی به مقر موساد شلیک شد، اما هیچ یک به داخل محوطه ثابت نگرد. در ابتدای جلسه کابینه امنیتی، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با انتشار یک ویدیو گفت ایران امشب اشتباهی بزرگ مرتکب شد و تاوان آن را خواهد پرداخت. اما دولت ایران گفت عزم ما برای دفاع از خود و عزم ما برای انتقام از دشمنانمان را درک نمی‌کند. آنها خواهد فهمید هر کس به ما حمله کند با او حمله خواهیم کرد. دو مقام اسرائیلی گفتند که جلسه کابینه پس از چند ساعت با تفاهم به پاسخ نظامی اسرائیل به پایان رسید، اما تصمیم روشنی در مورد اینکه این پاسخ چی خواهد بود گرفته نشد. یک مقام ارشد اسرائیلی گفت یک از دلایلی که تصمیم در جلسه کابینه گرفته نشد این بود که مقامات اسرائیلی میخواهند با دولت بایدن مشورت کنند، در حالی که اسرائیل قرار است به تنهایی پاسخ دهد. به دلیل پیامدهای استراتژیک این وضعیت می‌خواهد برنامه خود را با ایالات متحده هماهنگ کند. این مقام اسرائیلی گفت حمله دیگر ایران در پاسخ به انتقام اسرائیل مستلزم همکاری دفاعی با فرماندهی مرکزی ایالات متحده، مهمات بیشتری برای نیروهای هوایی اسرائیل و احتمالاً انواع دیگر پشتیبانی عملیاتی ایالات متحده خواهد بود. جو بایدن روز شنبه گفت که ایالات متحده و اسرائیل درباره پاسخ به حمله ایران گفتگو میکنند و باید دید نتیجه آن چی خواهد بود. یک مقام آمریکایی گفت که در گفتگو بین دولت بایدن و دولت اسرائیل در روز شنبه ایالات متحده بصراحت اعلام کرد که از پاسخ اسرائیل حمایت میکند، اما فکر میکند باید کمیت و کیفیت این پاسخ مشخص باشد. پای حمله موشکی ایران به رژیم اسرائیل و تهدیدات این رژیم برای پاسخی به تهران فضای منطقه ملتهب پرتنش از قبل شده است. از این رو شاید واکنش برخی کشورهای اروپایی هستیم که شهروندان خود را از ایران فرا خوانده یا درخواست میکنند که سفری به ایران نداشته باشند.
در آخرین خبر وزارت خارجه سوئیس از شهروندان خود خواسته که به ایران سفر نکنند. وزارت خارجه سوئیس از شهروندانش خواست تا با استفاده از امکانات شخصی و در صورتی که امکانات یاد شده ممکن و امن باشند ایران را ترک کنند. پیش از این نیز وزارت امور خارجه دولت فدرال آلمان با انتشار پیام از شهروندان خود خواست ایران را ترک کنند. در بخش از این پیام با توجه به حمله ایران و احتمال پاسخ اسرائیل آمده که حمله به خاک ایران را نمیتواند رد کرد. به همین دلیل وزارت امور خارجه آلمان هشدار خود را برای خروج شهروندان آلمانی از ایران تمدید کرده است. فرانسه نیز پیش از این ضمن ابراز نگرانی از وضعیت خاورمیانه و درخواست برگزاری نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل برای بررسی این اوضاع از شهروندان خود خواسته بود که خاک ایران را ترک کنند. علی شاکرین رئیس کمیته روابط خارجی در مجلس عوام انگلیس نیز از تمام شهروندان این کشور خواسته است که در سریع ترین زمان ممکن ایران را ترک کنند.